فصل 18. در آن وقت شاگردان نزد عیسی آمده از او پرسیدند چه کسی در پادشاهی آسمانی از همه بزرگتر است؟ عیسی کودکی را صدا کرد و از او خواست در برابر آنان بایستد و سپس با آنان گفت در حقیقت به شما میگویم که اگر شما عوض نشوید و مانند کودکان نگردید هرگز به پادشاهی آسمانی وارد نخواهید شد. در پادشاهی آسمانی آن کسی از همه بزرگتر است که خود را فروتن سازد و مانند این کودک بشود و کسی که چنین کودکی را به نام من بپذیرد مرا پذیرفته است. وای به حال کسی که باعث لغزش یکی از این کوچکان که به من ایمان دارند بشود. برای او بهتر می بود که سنگ آسیابی به گردنش آویخته شود و در اعماق دریا غرق گردد. وای بر دنیا که باعث چنین لغزش هایی می شود، مسلماً لغزش هایی پیش خواهد آمد، اما وای بر کسی که باعث این لغزش ها شود. بنابراین اگر دست یا پای تو را به گناه بکشاند، آن را قطع کن و دور بینداز، زیرا برای تو بهتر است که بدون دست یا پا وارد حیات گردی، تا با دو دست و دو پا به داخل آتش ابدی افکنده شوی. و اگر چشم تو را به گناه می کشاند، آن را درآور و دور بینداز، زیرا بهتر است که با یک چشم وارد حیات شوی تا با دو چشم به آتش دوزخ افکنده شوی. هرگز این کوچکان را حقیر نشمارید. بدانید که آنان در عالم بالا فرشتگانی دارند که پیوسته در پیشگاه پدر آسمانی من حاضر هستند. زیرا پسر انسان آمده است تا گم شده را نجات بخشد. عقیده شما چیست؟ اگر مردی 100 گوسفند داشته باشد و یکی از آنها گم شود، آیا او 99 گوسفند دیگر را در کوهسار رها نمی کند و به جستجوی گوسفند گم شده نمی رود و هرگاه آن را پیدا کند برای آن یک گوسفند بیشتر شاد می شود تا برای آن 99 گوسفند دیگر که گم نشدن؟ به همین طور پدر آسمانی شما نمی خواهد که حتی یکی از این کوچکان از دست برود. اگر برادرت به تو بدی کند، برو و با او در تنهایی درباره آن موضوع صحبت کن. اگر به سخن تو گوش دهد، برادر خود را باز یافته ای. و اگر به سخن تو گوش ندهد، یک یا دو نفر دیگر را با خود ببر، تا از زبان دو یا سه شاهد این موضوع تایید شود. اگر حاضر نیست سخنان آنان را بشنود، موضوع را به اطلاع کلیسا برسان، و اگر حاضر نشود به کلیسا گوش دهد، با او مثل یک بیگانه یا باجگیر رفتار کن. بدانید که هرچه شما در زمین حرام کنید، در آسمان حرام خواهد شد. و هرچه را بر روی زمین حلال نمایید، در آسمان حلال خواهد شد. و نیز بدانید که هرگاه دو نفر از شما در روی زمین درباره آنچه که از خدا می‌خواهند یک دل باشند، پدر آسمانی من، آن را به ایشان خواهد بخشید. زیرا هر جا که دو یا سه نفر به نام من جمع شوند، من آنجا در میان آنان هستم. در این وقت پتروس پیش عیسی آمده از او پرسید، خداوندا، اگر برادر من نسبت به من خطا کند، تا چند بار باید او را ببخشم؟ تا 7 بار؟ عیسی در جواب گفت، نمیگویم 7 بار، بلکه 70 مرتبه 7 بار. چون پادشاهی آسمانی، مانند پادشاهی است که تصمیم گرفت از خادمان خود حساب بخواهد. وقتی این کار را شروع کرد، شخصی را نزد او آوردند که میلیون‌ها تومان به او بدهکار بود. اما چون او نمی‌توانست آن را بپردازد، اربابش دستور داد او را با زن و فرزندان و تمام هستیش بفروشند تا بدهی خود را بپردازد. آن شخص پیش پای ارباب خود افتاده گفت، ای آقا، به من مهلت بده و من تمام آن را تا ریال آخر به تو خواهم پرداخت. دل ارباب به حال او سوخت، به طوری که از دریافت طلب خود صرف نظر کرد و به او اجازه داد برود. اما او وقتی از آنجا رفت، در راه با یکی از همکاران خود روبرو شد که در حدود 150 تومان به او بدهکار بود. او را گرفت و گلویش را فشرده گفت، بدهی خود را به من بپرداز. آن شخص به پای همکار خود افتاد و به او التماس کرده گفت،
به من مهلت بده، پول تو را میپردازم. اما او قبول نکرد و آن مرد را به زندان انداخت تا بدهی خود را بپردازد. خادمان دیگر که این ماجرا را دیدن بسیار ناراحت شدند و به نزد ارباب خود رفته تمام جریان را به اطلاع او رسانیدند. او آن مرد را احضار کرده به او گفت: ای غلام شریر، به خاطر خواهشی که از من کردی، من همه بدهی تو را به تو بخشیدم، آیا نمی باید همینطور که من دلم برای تو سوخت، تو هم به همکار خود ترحم می کردی؟ ارباب انقدر خشمگین شد که آن غلام را به زندان انداخت و دستور داد که تا وقتی تمام بدهی خود را نپرداخته است، آزاد نشود. پدر آسمانی من هم با شما همینطور رفتار خواهد کرد اگر همه شما برادر خود را از دل نبخشید.